پس از مجرم دانستن پزشک مایکل جکسون، فریاد هلهله و تشویق هواداران و اعضای خانواده این خواننده بلند شد. هیئت منصفه دادگاه روز 7 نوامبر دکتر کانراد ماری را به اتهام قتل غیر عمد این خواننده مجرم دانست. مایکل جکسون در ماه ژوئن 2009 در اثر مصرف بیش از حد داروهای مسکن و داروی بیهوشی پروپوفول در سن 50 سالگی درگذشت. دکتر ماری، پزشک شخصی مایکل جکسون، این داروها را برای بهبود وضعیت خواب وی تجویز کرده بود. لاتویا جکسون، خواهر مایکل جکسون، از شنیدن نتیجه دادگاه خوشنود است. خیلی احساس بهتری دارم. عالی شد. عدالت اجرا شد. مایکل نیز نظاره‌گر ماست. پس از 6 هفته دادرسی و محاکمه‌ای که با استقبال هواداران مایکل روبرو بود، هیئت منصفه دادگاه لس‌آنجلس به اتفاق آرا این پزشک را به جرم قتل غیرعمد گناهکار دانست. پس از قطعی شدن حکم دکتر ماری در 29 نوامبر وی مجبور خواهد شد 4 سال را در زندان بگذراند.